آموزش سینما 4D. تا اینجا یاد گرفتیم که چطور با آبجکت ها، نوردهی و متریال ها کار کنیم و در نهایت سازه مورد نظر خودمون رو در محیط سینما 4D طراحی و پیاده کنیم. در ادامه می‌خوایم با استفاده از ابزارهایی که مربوط به دوربین ها هستش، زوایای دید مختلفی رو به محیط خودمون داشته باشیم و از دوربین در سینما 4D استفاده کنیم. برای استفاده از دوربین و ایجاد زوایای دید مختلف، از ابزارهای مورد نظر به بخش کامرا میریم و با کلیک کردن و نگه داشتن کلیک چپ روی فلش کوچیک زیر ابزارهای دوربین به ابزارهای بیشتری میتونیم دسترسی داشته باشیم. برای استفاده از دوربین و دید دوربین عادی میتونیم از کامرا استفاده کنیم و همینطور ابزارهای دیگه که در اینجا قرار گرفته. من از زاویه دید خودم یک دوربین رو قرار میدم که با کلیک کردن روی این گزینه میتونم دوربین های بیشتری رو به صحنه اضافه کنم و با استفاده از کنترل زد به عقب برگردم. خب همونطور که گفته شد، من دوربین رو انتخاب میکنم و همونطور که میبینید زاویه دید دوربین در اینجا ایجاد میشه. برای دید بهتر اینکه دوربین در کجا قرار گرفته، با استفاده از ابزار چرخش 360 درجه میتونم یه دید کلی و دورتری رو داشته باشم و با استفاده از اسکرول موس و زوم آوت کردن زاویه دید دوربین رو از نمای دورتر ببینم. همونطور که می‌بینید در خطوطی که در دور تا دور زاویه دید دوربین قرار گرفته، نقاط کوچیک نارنجی رنگی دیده میشه که با استفاده از گرفتن و کشیدن این نقاط میتونیم محدوده دید دوربین رو در واقع کمتر و یا بیشتر کنیم و به این ترتیب به راحتی بتونیم زوایای مختلفی رو به دوربین خودمون بدیم. همونطور که می‌بینیم به راحتی من در اینجا دوربین رو با استفاده از ابزارهای حرکتی در زاویه مناسبی قرار میدم. به عنوان مثال می‌خوام که دوربین در این بخش قرار بگیره. شما می‌تونید برای کنترل بهتر دوربین از ابزار روتیت استفاده کنین و دوربین رو در زوایای بسیار مناسبتری به چرخش در بیارین و به این شکل به زوایای مورد نظر خودتون دسترسی داشته باشین. خب بعد از قرار دادن دوربین اول در محل خودش و محلی که مورد نظرتون هست، مجددا با کلیک کردن روی آبجکت دوربین و یا روی ابزارک دوربین، دوربین دوم وارد صحنه میشه که شما میتونین دوربین دوم رو در جای مورد نظر و مناسب دیگه ای قرار بدین که بتونین زاویه کامل تری رو به اشیا در سینما 4D داشته باشین. معمولا برای ایجاد صحنه های سه‌بعدی در کمترین حالت از سه دوربین استفاده میشه که بتونه تمامی محیط رو پوشش بده، ولی قرار دادن چهار دوربین در اطراف اشیا در حالت چهار گوشه دید بهتری رو نسبت به سه دوربین برای شما ایجاد خواهد کرد. خب با انتخاب ابزار موو دوربین دوم رو به محل دیگه حرکت میدم و با استفاده از نقاطی که در اینجا گفته شد، دید دوربین رو کمی نسبت به آبجکت محدودتر میکنم و با ابزار 360 درجه و با چرخش دور آبجکت، سپس با استفاده از حالت زوم آوت مجددا دوربین رو حرکت میدم تا به محل و زاویه مورد نظر خودم دسترسی داشته باشم. خب همونطوری که گفته شد، بهتره که از 4 تا دوربین در 4 زاویه و 4 زاویه دید استفاده بشه. با استفاده از ابزار روتیت زاویه رو و در واقع زاویه دید دوربین رو تنظیم می‌کنم. باید برای استفاده از ابزارهایی که برای چرخش و ایجاد زاویه دید دوربین ها در سینما 4D طراحی شده، دقت کافی رو داشته باشین تا بتونین به خوبی از این ابزارها استفاده کنین. به همین شکلی که در اینجا مشاهده میکنین، میتونین با استفاده از ابزار روتیت به راحتی دوربین رو در حالت و زاویه دید مورد نظر خودتون قرار بدین و با انتخاب ابزار موو بعد از روتیت میتونین دوربین رو به محل مورد نظر خودتون ببرین. با استفاده از نقاطی که اینجا هستش، من
محدودیت دید دوربین رو میتونم افزایش و یا کاهش بدم که این کار رو انجام میدم برای اینکه بتونم دوربین رو در محل مناسبی قرار بدم. کمی دوربین رو حرکت میدم و با استفاده از ابزار روتیت مجدداً یک گردش بسیار کم به سمت آبجکت در اینجا خواهم داشت. با انتخاب ابزار موو و 360 درجه میتونم ببینم که دوربین من در چه موقعیتی هستش، که موقعیتی که در حال حاضر دوربین دوم قرار گرفته اصلا مناسب نیست. پس برای این کار باید دوربین رو مجددا حرکت بدم تا به موقعیت مورد نظر برسه. موقعیتی که من در اینجا مد نظر دارم دقیقا باید شبیه به هم باشه و نباید تغییرات خیلی زیادی داشته باشن تا بتونم در زمانی که میخوام از دوربین ها استفاده کنم صحنه رو به راحتی کنترل کنم. با استفاده از ابزار روتیت مجددا یک گردش بسیار کوچکتر رو انجام میدم تا به همون زاویه دیدی که میخوام دسترسی داشته باشم. این زاویه دیدی هستش که من نیاز داشتم. شما میتونید به راحتی با استفاده از گرفتن کلید کنترل و درگ کردن از دوربین ها کپی بگیریم و دیگه یا هر آبجکت دیگه ای و دیگه نیاز نیستش که مدام از ابزارهای بالا استفاده کنیم. دوربین دوم رو مثل دوربین اولی تنظیم میکنم و زوایای مورد نظر رو بهش میدم. در ابتدا باید دوربین رو در جای مناسب خودش قرار بدم. برای این کار از ابزار روتیت کمک میگیرم تا زاویه دید مناسبم رو در اینجا ایجاد کنم. کمی زاویه دید رو بعد رو به پایین حرکت بدم و با استفاده از ابزار موو که در اینجا قرار گرفته دوربین رو در جای بهتری قرار بدم به این شکل و با گرفتن کلید کنترل مجددا از دوربین یک کپی تهیه میکنم. خب کلید کنترل رو میگیرم تا از دوربین یک کپی تهیه بشه. در صورتی که به هر دلیل خطایی پیش بیاد و به این شکل دوربین به صورت ناخواسته حرکت کنه، شما میتونید با زدن کلیدهای کنترل و زد به حالت قبلی برگردید. با گرفتن کلید کنترل مجددا یک کپی از دوربین میگیرم و همونطور که میبینید دوربین چهارم هم در سرجای خودش قرار میگیره و من در حال حاضر از چهار زاویه به آبجکت نگاه میکنم. با استفاده از ابزار چرخش 360 درجه سعی میکنم از زوایای دیگه‌ای به دوربین ها نگاه کنم و با زوم این کردن کمی جلوتر میرم تا وضعیت رو بتونم از نزدیک بررسی کنم. همونطور که در اینجا مشاهده میکنید از چهار زاویه مختلف دوربین به آبجکت نگاه میکنه که ما میتونیم کارهای بیشتری رو جهت استفاده از دوربین ها در سینما 4D انجام بدیم و به عبارت بهتر کارهای بسیار حرفه‌ای تر رو. کاری که ما در اینجا انجام دادیم فقط و فقط وارد کردن دوربین به صحنه هستش که در ادامه آموزش به تنظیمات این دوربین ها میپردازیم و یاد میگیرید که چطور از زوایای دید هر کدوم از دوربین ها به آبجکت نگاه کنید و اون آبجکت رو به صورت متحرک در بیاریم و به عبارتی به حالت انیمیت در بیاد و مثل این بمونه که انگار شما با استفاده از یک دوربین دور آبجکت خودتون در حال گردش هستیم و از زوایای مختلفی آبجکت رو تماشا میکنید. دقیقا کاری که ما با استفاده از گردش 360 درجه میتونیم انجام بدیم. در واقع همین ابزار گردش 360 درجه دید رو از زاویه چندین دوربین به ما نمایش میده و مثل این حالت میمونه که انگار با یک دوربین به دور آبجکت مورد نظر در گردش هستیم. که ما این صحنه رو و این حالت رو با استفاده از چهار دوربینی که در اینجا قرار دادیم پیاده سازی میتونیم بکنیم و در نهایت با خروجی گرفتن یک تصویر کاملا زنده و واقع گرایانه رو در اختیار خواهیم داشت که میتونیم از این تصاویر و از این جلوه ها در صحنه‌های مختلف برای ایجاد فیلم استفاده کنیم که با استفاده از نرم افزارهایی مثل افتر افکت قابل پیاده کردن و وارد کردن درون هر نوع ویدئویی خواهد بود.
خب در ادامه برخی دیگه از تنظیمات مربوط به دوربین رو خدمت شما عرض می کنم و یاد می گیرید که به صورت کامل از دوربین استفاده کنید. دوربین هایی که در حال حاضر در صحنه حضور دارن رو یکی یکی پاک می کنم تا مجددا یک دوربین دیگر رو به صفحه فراخونی کنیم. خب با زدن کلید H به آبجکت خودمون نزدیکتر میشیم و در زاویه دید مورد نظر و مناسبی قرار میدیم. کمی زوم آت میکنیم. ما در اینجا یک سازه داریم که فقط یک در واقع اتاق رو تداعی میکنه ولی فاقد هر گونه محیط، زیرساخت و اطراف هستش. ما در ادامه به شما یاد میدیم که چطور یک صحنه دید و یا یک محیط اطراف رو برای این سازه ایجاد کنین و با استفاده از دوربین یک زاویه دید مناسب رو برای این آبجکت و محیط اطراف اون تنظیم کنین. برای اینکه دید بهتری رو ایجاد کنیم و در واقع یک محیط بسیار شبیه به واقعیت رو ایجاد کنیم، باید حتما یک محیط رو برای این سازه و هر آبجکت دیگه‌ای که بخواد باشه ایجاد کنیم، به این شکل که از متریال ها کمک میگیریم. زیرساختی که در اینجا به صورت شبکه یا جدول هستش مشاهده میکنین، در واقع میشه گفتش که یک طبقه یا یک زمینه محسوب نمیشه و فقط برای کمک به طراحی ما در سینما 4D قابل مشاهده هست که حتی ما میتونیم به راحتی با استفاده از بخش فیلتر و برداشتن تیک گرید اون رو حذف کنیم و همطور که میبینین چیزی وجود نداره، در حالی که ما برای طراحی خودمون نیاز به یک زمینه واقعی داریم. برای ایجاد یک زمینه واقعی از ابزارک فلور استفاده میکنیم. روی اون کلیک چپ رو نگه میداریم و فلور رو انتخاب میکنیم. همونطور که می‌بینید در اینجا یک زمینه برای ما ایجاد شده که شما به راحتی می‌تونید تمام طراحی‌های خودتون رو روی این زمینه پیاده کنین، به اون سایه بدین و یا هر طرح دیگه که مد نظرتون باشه. ما به راحتی با حذف گرید زمینه رو در اینجا خواهیم داشت و می‌تونیم طراحی خودمون رو ادامه بدیم. با زدن کلید وسط اسکرول ماوس به پنجره چهار قسمتی میریم تا یک دید بهتری رو به آبجکت خودمون داشته باشیم. خب از بخش تاپ با زوم آوت کردن میتونیم متوجه بشیم که در واقع آبجکت ما در چه موقعیتی قرار گرفته و تنظیمات بهتری رو انجام بدیم که در تنظیمات دوربین در ادامه آموزش از این قسمت ها استفاده خواهیم کرد. مجدداً به تب پرسپکتیو برمیگردیم. خب با چرخش مناسب و زوم آوت کردن میبینید که آبجکت ما دقیقا در وسط قرار گرفته. مجددا به زاویه دید خودمون برمیگردیم. همونطوری گفتم وجود گرید فقط کمک به طراحی میکنه، بنابراین ما گرید رو مجددا برمیگردیم تا طرحمون تکمیل بشه. خب برای ایجاد یک حالت محیط اطراف نیاز هستش که از بخش آبجکت ها یک دایره رو یا اسفیر رو وارد صحنه بکنیم. وقتی که دایره رو وارد صحنه کردید از این بخش یعنی ریدیوس میتونین اندازه دایره یا همون شعاع دایره رو تغییر بدین که من در اینجا شعاع 1000 رو وارد میکنم به این شکل، یا هر شعاع دیگر رو میتونم که مورد نیاز باشه رو به راحتی وارد کنم. خب در ابتدا 200 رو وارد میکنم، همونطور که میبینید شعاع دایره تغییر میکنه، باز هم عدد رو میبرم بالاتر میکنمش 900، همطور که میبینین باز افزایش پیدا میکنه و میتونم حتی عددهای بسیار بالاتر رو به دایره بدم که خیلی بزرگتر از حد محیط میشه. برای اینکه محدوده دایره رو ببینم باز هم به پنجره تاپ برمیگردم و با زوم آوت کردم به راحتی میتونم موقعیت آبجکت خودم رو و همینطور موقعیت دایره رو در اینجا ببینم. برای اینکه حالت شکست مانندی که در خطوط دایره مشاهده میشه رو از بین ببرید، از بخش سگمنت میتونین عددی که در اینجا میبینید رو افزایش بدیم. به عنوان مثال من این عدد رو روی 60 قرار میدم که البته زمان رندر رو کمی افزایش میده و
باعث میشه که رندر کمی کنتر انجام بشه، ولی کیفیت تصویر بسیار بالا میره. آبجکت رو بالا میذارم و زوم این میکنم. همونطور که میبینید وجود چهار پنجره به راحتی به ما کمک میکنه که موقعیت اشیای خودمون رو به راحتی بسنجیم و بدونیم که چیکار داریم میکنیم. خب به پنجره پرسپکتیو برمیگردیم. از اونجایی که ما فقط به در واقع نیمکره بالایی نیاز داریم جهت ایجاد یک محیط، بنابراین نیمکره پایین رو از دایره حذف میکنیم. به این شکل که روی دایره یا اسفیر کلیک میکنیم تا انتخاب بشه و از پنجره کنترل پنل اون و تب آبجکت از بخش تیپ نوع فرمت رو گزینه آخر یعنی همسفیر رو انتخاب میکنیم. همطور که میبینین فقط نیم دایره بالا باقی میمونه که البته این باعث میشه در زمان رندر هم رندر کمی سریعتر انجام بشه و فشار زیادی به کارت گرافیک نیاد. خب بعد از ایجاد دایره نوبت به متریال دهی به آبجکت دایره میرسه که ما باید از بخش متریال ها کمک بگیریم. برای این کار در این بخش دابل کلیک میکنیم تا متریال جدیدی ایجاد بشه. این متریال رو به آبجکت دایره اختصاص میدیم و از این به بعد هر تغییری که روی این متریال داشته باشیم مستقیما روی آبجکت تاثیرگذار خواهد بود. در ابتدا از تب رفلکتن روشنایی متریال رو کم میکنیم تا حالت براقیت نداشته باشه، چون ما در اینجا به براق بودن نیاز نداریم. به این راحتی با کم کردن گزینه‌های مختلف همطور که می‌بینیم براقیت این آبجکت ما که دایره هستش کم میشه. خب در مرحله بعد نوبت به این میرسه که از تصویر استفاده کنم. من مجددا با دابل کلیک کردن در این بخش متریال رو به اسفیر یا دایره اختصاص میدم. با درگ کردن این متریال به دایره اختصاص داده میشه و از تب آبجکت و بیسیک میتونم تنظیمات دیگه ای رو اعمال کنم. خب روی متریال دابل کلیک میکنم تا کنترل پنل متریال باز بشه. در اینجا از بخش تکسچر که جهت ایجاد بافت روی متریال هستش تصویر با کیفیتی رو باید در واقع وارد محیط نرم افزار سینما 4D کنم. شما میتونید به راحتی با جستجو در گوگل با عنوان تصاویر با کیفیت تصویر دلخواه خودتون رو انتخاب کنید. فراموش نکنید که حتما و حتما از تصاویر با کیفیت و HD جهت این نوع طراحی ها استفاده کنید تا بتونید در واقع یک ساختار طبیعی تر رو ایجاد کنید. خب همطور که این تصاویر به متریال ما اد شد و در نتیجه در بخش دایره هم قابل مشاهده خواهد بود. زوم این میکنیم تا از نزدیک بتونیم در واقع این تصویر رو روی دایره مشاهده کنیم. همطور که میبینیم با زوم این کردن و وارد شدن به محیط داخلی دایره ما میتونیم تصویر رو در اینجا ببینیم. ممکنه در زمانی که تصویر رو لود میکنیم موقتا با حالت برفک مانندی که در اینجا مشاهده کردید مواجه بشیم، ولی این به دلیل در واقع کارت گرافیک شما هستش که به راحتی قابل برطرف کردن و با آپدیت کردن درایور کارت گرافیک خودتون این مشکل رو نخواهید داشت. خب همونطور که در اینجا مشاهده میکنید تصویر بر روی دایره در واقع اد شده و اگه ما یک همچین زاویه دیدی رو داشته باشیم به راحتی حالت یک محیط طبیعی و واقعی رو برای ما تداعی میکنه. برای اینکه محیط زیرین و بخش گرید دیده نشه و تصویر ما کمی به سمت جلوتر بیاد باید حتما ما اندازه دایره رو کمی کوچکتر کنیم. با انتخاب آبجکت دایره یا اسفیر و رفتن به تب آبجکت میتونیم اندازه دایره رو کمی کوچکتر کنیم که من در اینجا تصمیم دارم اندازه رو کمی کوچکتر کنم. خب به جای عدد 2000 از 1500 استفاده می کنم تا اندازه دایره کمی کوچکتر بشه
و با زوم این کردن میتونم وارد محیط دایره بشم. همونطور که میبینید کمی کوچکتر شده ولی کافی نیست. باید باز هم کوچکتر کنیم که من به 1300 تغییر میدم. و همونطور که میبینید باز هم دایره کوچکتر و کوچکتر شد تا به اندازه محیط فلور در بیاد. همونطور که میبینید باز هم مشاهده میشه. شما این تغییر عدد رو تا به اندازه ای انجام میدین که تا این دایره کامل به بخش فلور متصل بشه و در واقع این جاهای خالی مشاهده نشه. من با تغییر دادن عدد اندازه اسفیر به شماره 800 تونستم که کاملا این فاصله رو از بین ببرم و همطور که میبینید یک نمای دید بسیار زیبایی رو در اینجا برای ما ایجاد کرده که با استفاده از گردش 360 درجه میتونید این دید رو ببینید که داره یک آسمون آبی و یک منظره کوهستانی در اطراف این سازه قابل مشاهده هستش که یک منظره بسیار طبیعی رو به وجود آورده. در ادامه باید بخش فلور یا همین زمینه رو که ایجاد کردیم رو مثل دایره بهش در واقع بافت بدیم و حالت طبیعی تری رو پیدا کنه. خب برای دادن بافت به زمینه هم باید دقیقا مثل دایره از متریال استفاده کنیم و یک عکس با کیفیتی رو که مربوط به یک زمین هست رو به اینجا اد کنید. حالا اینکه نوع زمین چمنی باشه و یا یک زمین خشک و خاکی این بستگی به طراحی شما داره. خب برای دادن حالت چمنی به زمینه در اینجا با دابل کلیک کردن یک متریال ایجاد میکنیم و با درک کردن این متریال رو به زمینه که همون فلور هست اختصاص میدیم. اول فلور رو انتخاب میکنیم و بعد از درک کردن متریال به این بخش همونطور که میبینین آماده دریافت تنظیمات جدید هستش. روی متریال فلور دابل کلیک میکنیم و از پنجره باز شده مجدد یک تصویر رو که من از قبل دانلود کردم و شما به راحتی میتونین این تصاویر رو در گوگل پیدا کنین رو اد میکنم. بعد از اد کردن تصویر همونطور که میبینید متریال تغییر میکنه و در نتیجه زمینه هم تغییر خواهد کرد. برای اینکه این خطوط جدول مانند هم دیده نشه شما میتونید به راحتی از بخش فیلتر تیک گرید رو بردارید و همطور که مشاهده میکنید یک تصویر بسیار طبیعی و واقعی از محیط سازه ما ایجاد شده که با زوم این کردم این رو مشاهده کنم. همطور که میبینید هم اطراف و هم زمینه شکل طبیعی تری رو به خودش گرفته که من میتونم با نورپردازی های مناسب و ایجاد سایه روشن به هر چه طبیعی تر جلوه کردن این تصویر کمک کنم. همطور که میبینیم به راحتی میتونم آبجکت های دیگه ای رو در اینجا قرار بدم، به عنوان مثال آبجکت درخت و هر سازه‌ای که نیاز باشه. حالا نوبت به ایجاد زاویه دوربین میرسه که ما چطور دوربین رو در زاویه دلخواه خودمون قرار بدیم و اون رو تنظیم کنیم. برای اضافه کردن دوربین به صحنه از بخش کامرا روی دوربین یا همون کامرا کلیک میکنیم و بعد از اینکه دوربین رو فعال کردیم با زوم آوت کردن و رفتن به سمت خارج از محیط دایره میتونیم دوربین رو مشاهده کنیم. ولی خب همونطور که می‌بینید دوربین بسیار در فاصله دوری قرار گرفته در حالی که ما می‌خوایم دوربین به صحنه ما نزدیک‌تر بشه. برای اینکه بتونیم کنترل بهتری داشته باشیم با زدن کلیک وسط موس به تب تاپ می‌ریم که از بالا بتونیم دید بهتری رو به دوربین داشته باشیم که شما در این زاویه می‌تونید این رو مشاهده کنید. با زوم این کردن در بخش تاپ کمی نزدیکتر میریم تا بتونیم کنترل بهتری رو روی دوربین داشته باشیم. خب با استفاده از نقاط تغییر اندازه که در اینجا شما مشاهده میکنیم میتونیم در واقع فوکوس دوربین رو و همینطور اندازه دوربین رو تغییر بدیم و با استفاده از محورهای حرکتی دوربین رو در فاصله مناسبی نسبت به آبجکت قرار بدیم.
میتونیم به راحتی فوکوس دوربین رو کمتر کنیم که فقط بخشهایی رو که نیاز داریم رو برای ما نمایش بده. اونجایی که دید محیط اطراف خیلی مناسب هستش و باعث میشه که یک تصویر بهتر ایجاد بشه، ما هم کمی در واقع میدان دید دوربین رو با تغییر اندازه افزایش میدیم، به این شکل که دوربین هم در داخل دایره قرار گرفته. خب با کلیک کردن و رفتن به پنجره پرسپکتیو، با زوم این کردن به زاویه‌ای که دوربین رو قرار دادیم میریم تا نتیجه کار خودمون رو مشاهده کنیم. همونطور که می‌بینید دوربین دقیقاً در جایی که نیاز داشتیم قرار گرفته. با چرخش یک حالت 360 درجه میتونیم در واقع از دید دوربین محیط رو مشاهده کنیم. بعد از اینکه شما دوربین رو در محل دلخواه خودتون قرار دادین و در واقع در جای مناسبی قرار گرفت، برای اینکه به صورت اشتباه و در حین کار با آبجکت‌های دیگه دستتون نخوره و محل دوربین به صورت ناخواسته تغییر نکنه، به راحتی میتونین بعد از انتخاب کامرا یا همون دوربین به منوی تگز و سینما 4D تگز برید و روی پروتکشن یا امنیت کلیک کنید و بعد از اون همونطور که می‌بینید یک حالت قفل یا ممنوع مانند روی دوربین ما یا آبجکت دوربین ما قرار می‌گیره، که این به این معنیه که دیگه حتی اگر به صورت ناخواسته شما دستتون به دوربین بخوره، همونطور که می‌بینید دیگه تغییراتی اتفاق نمی‌افته و حتی محورهای اصلی حرکتی مثل X، Y و Z هم غیر فعاله و من دیگه نمیتونم تغییری روی دوربین ایجاد کنم. دوربین در محل خودش قرار گرفته و دیگه به صورت ناخواسته قابل تغییر نخواهد بود. همونطور که می‌بینید من با کلیک کردن هیچ تغییری نمیتونم روی دوربین ایجاد کنم. مورد دیگه‌ای که در باره تنظیمات مربوط به دوربین هست، این موضوعه که باید بعد از اینکه دوربین رو انتخاب کردین، در واقع آبجکت دوربین رو، به بخش تنظیمات دوربین برید و تمامی تنظیمات مورد نظر رو چک کنید، در صورت نیاز تغییر بدین. به عنوان مثال در تب بیسیک میتونید حتی اسم دوربین رو انتخاب کنین و تغییر بدین و در تب آبجکت میتونین تغییرات مربوط به زوایای دید رو روی دوربینتون اعمال کنین. و اگر شما در این تغییرات فراموش کردید که دوربین در ابتدا در کدوم حالت بود، به راحتی با راست کلیک کردن روی این بخش میتونین این تنظیمات رو به حالت اول برگردونید، که البته با استفاده از کلیدهای کنترل و زد هم این کار امکان پذیر خواهد بود که در اینجا مشاهده میکنید. تنظیمات دیگه مربوط به سنسورهای حرکتی و تغییر سایز سنسورها هستش و همینطور لنزهای دوربین که از چه نوع لنزی برای دید استفاده کنه. همونطور که میبینید تغییرات رو من در اینجا میتونم مشاهده کنم و یا حتی دستی اندازه رو وارد کنم، که اندازه 50 اندازه تقریبا مناسبی هستش که معمولا بیشتر روی خود آبجکت تمرکز داره تا محیط اطراف. و همینطور که مشاهده میکنید از بخش گرافیک هم میتونم با دست این تغییرات رو روی دوربین اعمال کنم. به تب پرسپکتیو برمیگردم و با زدن اسکرول موس میتونم نتیجه پروژه خودم رو در اینجا ببینم. در صورتی که مشاهده کردید که دوربین در جلوی دید شما قرار گرفته، شما میتونین به راحتی با رفتن به پنجره های دیگه مثل پنجره تاپ این مشکل رو حل کنین و دوربین رو با حرکت دادن به محل مناسبی هدایت کنین، که من در این بخش قرار میدم که در واقع به نوعی پشت دید من نسبت به آبجکت باشه، که همطور که نتیجه رو میتونم در پنجره پرسپکتیو ببینم و با کلیک کردن و وارد شدن به پنجره پرسپکتیو زاویه دید بهتری رو میتونم به محیط داشته باشم. خب با گردش 360 درجه یک دید کلی به محیط خواهم داشت و همطور که میبینی یک طراحی بسیار زیبا در اینجا بر من ایجاد شده. شما به راحتی میتونین از این مدل ها رندر بگیرین و در واقع در کارهای مختلفی استفاده کنین. خب برای رندر گرفتن و اینکه بخوایم ببینیم نتیجه کار ما چی شده، میتونیم به بخش رندر که مال سینما 4D هست برید و با زدن کلید رندر نتیجه رو
مشاهده کنیم. همونطور گفتیم هر چقدر کیفیت تصاویر استفاده شده و همینطور کیفیت تکسچرهایی که در اینجا مورد استفاده قرار دادین بیشتر باشه، مدت زمان رندر هم بیشتر طول خواهد کشید. قدرت کارت گرافیک و اینکه درایور کارت گرافیک شما هم یک آپدیتی بوده باشه هم در رندر گرفتن شرط هستش. در ادامه نور رو وارد صحنه می‌کنیم که به راحتی بتونیم صحنه خودمون رو حالت روشنایی ببخشیم و نور مناسبی داشته باشه. چون وجود نور برای ایجاد سایه روشن در صحنه بسیار بسیار ضروری هستش. همونطور که می‌بینیم با قرار دادن نور در صحنه ما می‌تونیم در واقع یک جلوه بهتری رو به صحنه‌ای که طراحی کردیم بدیم. شما میتونید به راحتی از چندین سیستم نوردهی استفاده کنید که من یک بخش رو در اینجا قرار دادم و قسمت دوم آبجکت نور رو در جایی که تاریک‌تر هست قرار میدم تا تصویر من درخشش بهتری رو پیدا کنه. و بعد از انجام این کار میتونم یک دید کلی به آبجکت داشته باشم تا ببینم محیط به چه شکل هستش. همونطور که می‌بینید تصویر بسیار روشن‌تر و با کیفیت بالاتری هست. به همین راحتی میتونید بعد از ایجاد آبجکت خودتون دوربین رو در صحنه قرار بدین و همچنین در صورت نیاز نوردهی مناسبی رو برای صحنه ایجاد کنید. در این بخش یاد گرفتین که چطور دوربین رو وارد صحنه کنین و تنظیمات مربوط به دوربین رو انجام بدین.